سرمانده و زلیل و محتاجشی نصار شهدای کربلا زنگم کبرا و حضرت علی ابن الحسین و کاروان حسینی بازم دعانه دو معتب بفرمایید ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من خیلی خوشحال هستم در محضر دوستان، برادران و خواهران دوباره توفیق شد خدمتتون باشم. همونطور که عرض شد، پس روی شفاعت و لعن دو تا مفهوم که تو زیارت عاشورا هم مطرح هستن و انشالله میخوام اینا رو مقداری باز کنم از دیدگاه خاصی، از دیدگاه عرفا، و شاید جمعاً و دو سه جلسه طول بکشه. اونچه اهمیت بیشتری شاید داشته باشه اون مقدمات بحث هست که انشاءالله یک جهانبینی خاصی میخوام ارائه بدم خدمت دوستان. اون آدم وقتی میخواد دین رو هضم کنه، مهمه که چطور میخواد هضم کنه، با چه دیدگاهی، با چه جهانبینی. جهانبینی شخص خیلی اثر داره روی نحوه هضم دین. یه جهانبینی هست که مال متکلمین هست، یه جهانبینی فلاسفه داریم، اما جهانبینی عرفا فرق میکنه. جهانبینی خاصیه. همه این علوم حقن، همه این علوم ابعاد خاص مختلفی از اسلام رو بیان میکنن، اما تفاوتشون هم مهمه و آثار زیادی داره. من انشالله این جهانبینی عرفانی رو میخوام انشالله به طور مقدمه یه چند جلسه صحبت کنم تا این بحثای رو شفاعت و لعن و بحثای دیگه راحت تر هضم بشه. قبل از که شروع کنم، این نکته است که یکی از فایده های داشتن این جهانبینی عرفانی اینه که این شبهات روز رو از یه دیدی سعی میکنه مطرح کنه و حل کنه که جهانبینی های دیگه مقداری دستشون بسته تره. اینم برمیگرده به علم عرفان که اونم انشالله حالا با زمان باز میکنم. هر علمی بالاخره اصول خودش رو داره و از طریق اون اصول به دنیا نگاه میکنه و مسائل رو حل میکنه. هرچی اصول گسترده تر باشه، کمتر محدود باشن، این باعث میشه اون علم بتونه مسائل مختلف رو راحت تر حل کنه. خب امام راحل، امام خمینی، وقتی یک نامی به گورباچوف داده بود که رئیس جمهور مسبقه تقریبا 30 سال پیش شوروی اون زمان، یک نامه‌ای بود خب برای ایشون نوشته بود، اما به طور عام‌تر این نامه‌ای بود برای غرب و نه فقط نامه سیاسی، برای یک نامه‌ای بود که امام میاد ارائه میده یک
روش خاصی برای دعوت به اسلام. و اونایی که در غرب هستن چطور به سمت اسلام بیان؟ و اونایی که تبلیغ میکنن چطوری در غرب باید تبلیغ کرد؟ نامه مهم بود. امام وقتی تو نامه قسمت های آخراش به گربچوف میگه به استادهای دانشگاهتون بگید با آثار ابن سینا و فارابی آشناتر بشن، علمتش هم میگه چرا. بعد از اون میگه با سهروردی هم آشنا بشید. این از فلاسفه هستن این سه تا بزرگوار. بعد سهروردی میگه و از استادهای بزرگتون یکم تأکیدی اینجا هست، بهشون بگید که با فلسفه ملا صدر آشنایی پیدا کنن. یکی اینو مطرح میکنه و میگه چرا. این موضوع دعوت به اسلامه، اونطور که باید در غرب غربی ها رو به سمت اسلام دعوت کرد فرق میکنه اونطور که مثلا تو شرق، تو ایران، افغانستان، پاکستان چطوری دعوت میشن به اسلام فرق میکنه. یکسان نمیتونه باشه. با هر جهان بینی نمیتونی هر کسی رو دعوت به اسلام کنی. امام یک متکلم بود، فیلسوف بود، یعنی اجتهاد داشت در کلام، فلسفه، عرفان، تو فقه و اصول که به طریق اولا یه نفر بود، تو چند تا زمینه اجتهاد به نحو اعلا داشت. کمتر سراغ داریم همچین شخصی. الان معمولا بحث اجتهاد پیش میاد، اجتهاد تو اصول و فقه و تو مسائل شریعت که ما بایستی مثلا بینیم به سمت متخصصین شریعت که آگاهی پیدا کنیم حلال و حرام ها چی هستن و پیلو اونا هستیم. ولی هر کی متخصص باشه و مجتهد باشه تو علم شریعت، تو فقه، اینطور نیست که الزاماً اینو توی فلسفه، تو عرفان، تو اخلاق، تو تفسیر، تو طریقت اینجا الزاماً اینا اینجا اجتهاد ندارن و بیشترشون ندارن، خیلی کم هستن. از جمله امام که تو همه این زمینه اجتهاد داشت. و همونطور که تو مسائل شرعی ما باید بریم به سمت عدل، تو مسائل طریقی هم و عرفانی اخلاقی باید بریم به سمت عدل. این علم و اون علم لازم ملزوم نیستن، اینا نکته های مهمی هست که گم شدن. پیدا کردن علم در شریعت چیزی هست که هممون باش آشنا هستیم ولی تو طریقت آشنا نیستیم. دلیلش هم هست که خیلی سوء استفاده شد. بالاخره عرفای کاذب هم بودن، سوء استفاده میکردن و دیگه بزرگان مصلحت ندیدن خیلی تر کنن این بحث رجوع به علم در مسائل طریقت. ولی خب یک چیز مهمی هست. امام تو نامه اینطوری مطرح میکنه جذب و دعوت به اسلام رو، مخصوصا برای اونایی که تو قلب هستن، میگه بینا آشنایی بده آثار ابن سینا، فارابی، بعد سهروردی. و ملا صدرا یک تأکید خاصی داره، میگه استادهای بزرگتون. اما آخرش میرسه به ابن عربی که از عرفا هست و اینطور میرسه تو نامه، میگه دیگر شما رو گربچوف رو خسته نمی کنم و از کتب عرفا به خصوص محی‌الدین ابن عربی نام نمیبرم که اگر خواستید از مباحث این بزرگ مرد مطلع گردید،
تنی چند از خبرگان تیزهوش خود را. حتی میگفت استاد بزرگ جان میگه از خبرگان تیزهوش خود را که در این گونه مسائل قویاً دست دارند راهی قوم گردانید. و قبلی ها و همون جایی که هستن متخصص هایی که هستن همون جا از اونا بگید که رو ابن عربی رو ابن سینا سهروردی فارابی ملاصر رو بخونن. ولی اینجا نه فقط خبرگان تیزهوش ولی اینها رو میگه راهی قوم گردانید تا پس از چند سالی با توکل به خدا از عمق لطیف باریک‌تر ز موی منازل معرفت آگاه گردند که بدون این سفر آگاهی از آن امکان ندارد. این دیگه با این تموم کرد با این پاراگراف. اگر خواستید تونستید ما یه دیدگاهی عرفانی هم داریم و این رو از همه مهمتر میدونست و حتی میگفت بدون این آگاهی اصلا نمیشه شما معرفت اسلامی پیدا کنید، چون اون اصولی که در علم عرفان هست این اصول خیلی باز مجرد محدود نیست و شما میتونید خیلی از حقیقت و معارف اسلامی رو شکار کنید به گونه ای که علوم های دیگه اسلامی نمیتونن. خب این نکته امام وقتی اینو مطرح کرد در قوم اون زمان رو ابن عربی یک حساسیت هایی بود، بیشتر میگفتن از کفاره، اونه که با عدد بودن میگفتن مثلا از اهل تسننه. حالا مهم نیست سنی بودن و شیعه بودنش، حتی امام آیت الله حسنزاده آمولی جوادی آمولی اینا ایشون رو شیعه میدونن، ولی خب بالاخره از عرفا بود، صوفی بود و مسلمون بود. حالا اینکه سنی بود شیعه بود این آدم رو گمراه میکنه از اصل بحث و مهم هم نیست، برای اینکه واژه های سنی و شیعه بیشتر تو وادی فقه و کلام اعتبار دارن، تو وادی عرفان و طریقت که از ظاهر دین یکم خارج هست اونجا خیلی معنا نداره. نمیگه مهم نیست، ولی اون اهمیت و اعتباری که در فقه و کلام داره دیگه سنی شیعه دیگه در اون بود اونطوری صادق نیست. خب امام اومد اینو مطرح کرد و الحمدلله که مطرح کرد، هر کس دیگه بود مورد قبول نمیشد در قوم. حتی الان هم به سختی خیلی ها قبول میکنن دیدگاه عرفا رو. امام ولی میخواد جهانبینی برای ما معرفی کنه، جهانبینی که در بطن قرآن و روایات مشاهده میشه، این جهانبینی که مخصوصا اگر در خارج هستید در غرب خیلی بیشتر به درد خور است. و من میخوام اینجا رو تو این چند شب این جهانبینی رو مقداری باز کنم چی هست و دقیقاً سو تفاهم هایی که هست نسبت به جهان بینی اینا رو مطرح کنیم، حل کنیم و انشاءالله یه چیزی قابل استفاده بشه برای شما، برای فرزندانتون. بالاخره تو غرب وقتی میخوای با غیر مسلمان ها صحبت کنیم و حتی مسلمان ها که دارن غرق میشن تو شبهات زیاد امروز، میخوای چطوری باشون رفتار کنید و چطوری مطرح کنید این بحث ها رو، از این دیدگاه فایده های زیادی داره. خب
عرفان مثل علوم های دیگه یک علمیه و این علم بالاخره یک اصولی داره، این اصول باید بالاخره تحلیل بشه، صحت و سقمش باید خوب تشریح بشه و مثل هر علم دیگه کتاب‌ها و نصوص خاصی داره. اگر یه نفر میخواد یه دستی ببره تو این علوم، بالاخره مثل هر علم دیگه باید کتاب‌های این علم رو خوب خوند با استادهای این فن. چیزی نیست که آدم بتونه خودش برای خودش بخونه و صاحب نظر بشه. مثل پزشکی، یه نفر که مثلا کتب رو نخونده و بیاد خودش رو صاحب نظر معرفی کنه، خب آدم نمیره پروش برای عمل و مدارا و بخیره کتاب های خاصی داره. آیتون رو حسن زاده آمولی، ایشون تو یکی از آثارش نوشته به راستی اگر دراست و تعلیم و تعلم مثل تمهید القواعد، تمهید القواعد یکی از کتب هست که بعد از 10 سال تو حوزه تدریس میشه، شاید که مثلا اولین کتاب عرفان که به طور جدی در حوزه میخونه، مال ابن ترکه، میگه اگر تعلیم و تعلم مثل این کتاب ها، حالا میخوای یکی یکی اسم این کتاب ها رو ببرم، مثل تمهید القواعد و شواهد ربوبیه اون مناسد را و شرح اشارات و شرح اشارات خواجه طوسی، اشارات مال ابن سیناست ولی شرح شده، یکی از شرح ها مال خواجه است، و فصوص الحکم که مال ابن عربیه و شروع آن، فصوص الحکم شرح های زیادی داره، میگه به ویژه شرح علامه قیصری، ابن عربی فصوص الحکم رو نوشته، شرح های زیادی داره، میگه به خصوص اون شرحی که علامه قیصری کرده او فصوص الحکم و اسفار که مال مناسب راست و مصباح الانس مال ابن فناری که الان تو حوزه معمولا تمهید و قواعد رو میخونن، بعد خصوص، بعد مصباح الانس تو عرفان، اشارات و اسفار هم میخونن ولی اونا توی سلسله کتاب های تو فلسفه هست بیشتر، و شفا مال ابن سینا و فتوحات مکیه نباشد، اگر این کتاب ها تعلیم و تعلمش نباشد، فهم اسراری که در روایات که بیان بطون آیات قرآنی هند نهفته هند میسور نگردد. اون اسراری در روایات هم که بطون قرآن هست، برای فهم قرآن بالاخره بطون قرآن روایات هست، میاد باز میکنه لایه های درونی قرآن رو، اون اسراری که نهفته هست در این روایات میسور نمیگرده اگر تعلیم و تعلیم این کتاب ها نبود. این مهمه اینجا، و به حقیقت باید صحف کریمه یاد شده را، کتابهایی که ایشون ذکر کرده، تفسیر انفسی برای اعتناء فهم خطاب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم دانست. تا این حد آقای حسن زاده بالاخره ایشون امروز نمیخوام بگم اعلم، ولی بالاخره در رده اعلمیت هست تو این مسائل. ایشون 35 سال پیش میتونست یک رساله فقهی هم بده، چون تو فقه و اصول هم اعلم، تو فقه و اصول هم اجتهاد داشت، ولی ترک کرد، نخواست، فلان نیاز بشر، نیاز جامعه این مسائل است.
علامه طباطبایی تو فقه و اصول شاید اعلم بود ولی نرفت تو این وادی مرجعیت، نرفت تو بلکه زیاد بودن ولی تو این مسائل کم بودن، اینا زندگیشون تو این مسائل گذاشتن. خلاصه اینجا میبینیم که فهم قرآن، فهم خطاب محمدی، اگر این کتاب ها نبود و فهم این بزرگواران نبود محدود بود فهم ما از قرآن. خب این خیلی باستابهای زیادی داره. کسی که نخونده این کتاب ها رو با جهان بینی محدودی میخواد صحبت کنه، البته بد نیست، همه جهان بینی ها حقن، من نمیخوام حمله کنم به هیچ جهان بینی متکلمی فلاسفه، ولی بالاخره اسلام لایه های درونی و نهانی داره و تا اونها باز نشه اصل و خطاب محمدیش من باز نشن. در جایی دیگه آقای حسنزاده جایی داره که جامعه بدون معرفت و عرفان مثل کالبد بدون جانه، مثل جسد بیروه، حرکت نداره. اون جامعه ای که به ظاهر دین اکتفا میکنه این حرکت نخواهد داشت، روح نخواهد داشت. ما اعتقاد داریم اسلام ظاهری داره باطنی داره، راه به باطن از طریق ظاهر است. ظاهر همیشه باید محفوظ نگه داشته باشه، هیچ وقت باید ظاهر رو کنار نگذاشت، اینا رو بیشتر صحبت میکنیم، ولی بالاخره اکتفا به ظاهر این مساوی با مرگه، مساوی با عدم حرکته. اسلام خود آدم تعالی پیدا کنید، قرآن میگه تعالم، بیاین بالا تعالی کنید، روحتون رو ببرید بالا، اکتفا به ظاهر دین نکنید، آغاز دین ظاهرشه. یکم تو لایه های عمیق‌تر دین سیر کنید، شکار کنید. این دو تا دیگه نقطه از آثار امام بخونم. اینجایی تو آداب و صلات ایشون کتاب خیلی خوبیه، به زبان فارسی هم هست، بیشتر این حرفی که دارم میزنم از اون کتاب هست و به طور کلی حرفای امام چون خیلی مسلط بودن و یک هنری داشتن که میتونستن این نکته های بسیار عمیق رو به زبان بسیار ساده بیان کنن، واقعا یک هنریست و ایشون داشت. الان همه سخنهای ایشون توی جمع شده تو صحیفه نور بهش میگن، تقریبا 20 جلد هست. واقعا این حقیقت واقعا توصیه میکنم اگر هر روز هم شد یا هر هفته یه بار یکی دو صفحه از این صحیفه بخونید خیلی استفاده میبرید. این موقع آدم قرآن رو میخونه جای خود، ولی وقتی میخواد قرآن رو بفهمه یا باید به عقل خودش اکتفا کنه. خب آخر آدم محدوده، تخصص که نداره تو تفسیر و این مسائل، یا باید بره بالاخره از دیگران کمک بخواد. این صحیفه اینو به زبان خیلی ساده بیان شده و بعد از چندین سال بیانات ایشون جمع شده، فکر میکنم یه چیز خیلی خوبی هست برای افراد، مثلا که فارسی آدم بلد باشه یا مثلا جوان ها فارسی رو بپشن، معارف زیادی، بلکه امام باید اینا رو خیلی ساده بیان کنه،
حقیقت‌های خیلی متعالی که یه موقع من وقتی مثلا تلویزیون توی ایران نشون میده مطالب صدرایی فلسفه ملا صدرا رو خیلی ساده در عرض 2-3 دقیقه میاد مثلا حرکت جوهری رو بیان میکنه که آدم خیلی تعجب میکنه. از اون ارزش داره آدم، مهمه آدم خود قرآنم بفهمه از کی میخواد قرآن یاد بگیره، از کی میخواد روایات رو بگیره. قرآن هست، روایات هست، همه عاشق امام حسین علیه السلام هستیم، ولی مهمه از دهن کی میخواییم از امام حسین بشنوید. اینجا تفاوت ها خیلی زیاده. یه نفر بسنده میکنه به ظاهر امام، به ظاهر قرآن، یه نفر ولی لایه های باطن کتاب رو، چه کتاب ناطق که امام هست، که کتاب ساکت که قرآن هست، یک حقیقت از کی میخوای بشنوی؟ اینجا مهمه چه برای من قادر مفاسد باشه. امام خب اینجا خیلی سیفه، رجوع به امام البته به خاطر تبلیغات خیلی سوی که بر علیه ایشون شد هنوز شناخته نیست الا در حوزه ها. اون شناختم که عوام دارن یک شناخت عوامیه که مربوط به انقلاب و برابر، ولی خب حقیقت امام خیلی از این حرف رو بزرگتره و این تبلیغات نذاشت که این جنوه پیدا کنه. و حالا اشکال نداره، بالاخره جهل هست و بعض رو گمراه شدن، بعض رو توی فرهنگ دیگه بزرگ شدن، با اخبارهای تو قلب آشنا هستن و راحت گول میخورن. نمیخوان خوبم نیست آدم و اینا قضاوتی بشه اینا، پس میخوام به شما بگم که امام بالاخره کسی با تمام عمرش تو حوزه علوم رو به تمامه اومد خوب یاد گرفت و خوب اینا رو اومد تدریس کرد، کتاباش هست، بعد اومد به زبان ساده برای مردم گفت. این حیفه آدم استفاده نکنه. ایشون اومد تو آداب صلات میگه از قرآن دور نیفتیم، در این مخاطبه بین حبیب و محبوب و مناجات بین عاشق و معشوق، بین خدا سبحانه و تعالی و حضرت رسول، معشوق خدا، حبیب و محبوب، حبیب حضرت رسول، بین معشوق و محبوب خدا، این مناجات. بلکه قرآن بالاخره ثمره این مناجات و معراج حضرت رسول بود. که بین این مخاطبه بین خدا که معشوق و محبوب است و حبیبش و عاشقش حضرت رسول، اسراری است تو این قرآن که جز او و حبیبش، جز خدا و حضرت رسول، کسی را بر آن راه نیست، هیچ کی دسترسی نداره به اون اسرار و امکان راه یافتن نیز نمی باشد. بالاخره قرآن مراتبی داره، بعضی از اون مراتب خیلی عمیق و باطنی هستن که هیچ کس جز حضرت رسول دسترسی نداره. حالا روی این اسرار و بتون خیلی خواهیم صحبت کرد. اینو همون میخوام امروز تا بخوام اهمیت داشتن یک جهان بینی عرفانی رو مطرح کنم. شاید امام، به معنیش امام رو زیاد استفاده میگن، چونه شاید تو چل حدیثش هم خیلی میگه شاید این مفاهیم این باشه این باشه، وقتی میخواد نظر بگه همیشه میگه شاید، قاطعانه نمیگه، هیچ انانیتی منیتی نیست. میگه شاید حروف مقطع
در بعضی صور مثل الف لام میم یا صاد یا سین از این قبیل باشد. از کدوم قبیل؟ از قبیلی که این حروف یک اسراری دارن که هیچ کس جز حضرت رسول و خدا هیچ کس دسترسی ندارد و امکان دسترسی ندارد. که این حروف یعنی چی؟ بعد امام میگه و بسیاری از آیات کریمه که اهل ظاهر و فلسفه و عرفان و تصوف در این و تصوف بخشید هر یک برای خود تفسیر یا تعویلی کنند نیز از همون قبیل است. یعنی اهل ظاهر اهل شریعت اهل فقه متکلمین حتی اهل فلسفه یا اهل عرفان همه اینا اهل ظاهر یه طرف متکلمین فقه اهل عرفان اهل فلسفه اهل تصوف همه از این قبیل است. از این قبیل است یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از اینا دسترسی به اسرار طبق اصول و ظرفیت خودشون رو دارن. حضرت رسول به خاطر اون ظرفیت بی نهایتش دسترسی به اسراری داشت که هیچ کسی که نداره. هر علمی در اسلام که دانشمندهایی دارن دانشمندهای اون فن اونها هم طبق اصول اون فن دسترسی به اسراری پیدا می کنن از قرآن که فنون دیگه چون اصولشون فرق میکنه دیگه دسترسی ندارن و همشون حق همون شکارها و دسترسی همه حقه. تفاوتشون تو کمال و نقصه. بالاخره فقها ها یک دسترسی هایی از قرآن دارن طبق قواعد فقهی و اصولی خودشون. متکلمین دسترسی از اسرار از قرآن دارن و شکارشون وابسته به اصول خودشون است. اهل فلسفه هم دارن، اهل عرفان هم دارن. از همون قبیل است. گرچه هر طائفه به قدر ظرفیت خود حظی دارد یا خیالی، ولی هر طائفه هر فنی چه متکلمین فلسفه عرفان به قدر ظرفیت خودش حظ میبره. اون نصاب طبق ظرفیت اون علم اینا استفاده میبرن. و یه مهم امام جا میگه یا خیالی، چون تو تصوف اگر عرفان درست نباشه دیگه استفاده شده و بیشتر خیالات شاد باشه. بالاخره عرفان هم اگر آدم مواظب نباشه آثار منفی داره، خیالات و شدعیان شد صدق کنه. و شمی از این اسرار به وسیله اهل بیت وحی که از سرچشمه جوشان وحی بر آنان جاری شده به دیگران به قدر استعداد میرسد و گویی بیشتر مناجات ها و ادعیه برای این امر انتخاب شده است. بعد امام میگه ائمه میاد به زبان مناجات و ادعیه به زبان خیلی کلی که همه فهم باشه و فرا فن باشه و فرا علمی باشه میاد این ادعیه میگه که برای همه طبق فطرتشون و فهمشون برای همه قابل استفاده میشه. فقط کسی که کلام عرفان فلسفه نخونده دسترسی به اون اسرار کلامی و عرفانی و فلسفی بخیر محدودن. ائمه که سرچشمه وحی و وحی برای اونا نازل میشه میاد به زبان عوامی این مطالب بسیار عمیق و اسرار رو به زبان همه فهم بیان میکنه تو ادعیه توی مناجات ها که هر کسی تو اون فن نباشه تو فنهای خاص
بتونه استفاده به قدر ظرفیت خودش، به قدر پاکی و تصفیه روح خودش بتونه استفاده رو ببره. ولو اینکه شاید این درس های حوزه‌ای هم نخونده، ولی استفاده هایی ببره که استادهای حوزه‌ای تو فلسفه و عرفان و اینا اونا نبادن این استفاده ها رو. این تو نیست که حالا یه نفر بیاد قیل و قال ها رو خوب یاد گرفته تو حوزه استفاده قطعا ببره. نه، اتفاقا شاید خیلی هم سیاه رو باشه. این تو نیست. بحث عرفان بیشتر از فقط قیل و قال و یاد گرفتن و اصطلاحات هست. یه نوع دیدن هست و مشاهده هست که اینجا ما بیشتر صحبت میکنیم درباره. و سرانجام و یک اینم با این چرا تموم میکنم بحث رو. اینم خیلی نکته مهمیه که اهمیت این جهان‌بینی رو مطرح میکنه امام. میگه بالجمله نتیجه مطلوبه از عبادات تحصیل معارف و تمکین توحید و دیگر معارف است در قلب. این معارف باید تو قلب رسوخ پیدا کنه. عبادات هدف همینه در عبادات و این مقصد حاصل نشود مگر آنکه حضور قلبیه عبادات را سالک استیفا کند. این بهره های قلبیه را سالک باید توجه کنه و استفاده ببره و از صورت و قالب به حقیقت و لب عبور نماید. بلکه بالاخره ظاهر دین یه صورت و یک قالبه، یک اعمالی، یه صورتی داره، یه قالبی داره. از اینا باید عبور کرد به لب این صورت ها، به حقیقت این اعمال و واقف نشود در دنیا و قش. واژه های عجیبی امام داره استفاده میکنه. هر کس جرأت نداره اینطوری این صحبت کنه. یه واقف اکتفا نکن به ظاهر دین، به قشر دین، که وقوف در این امور خار راه سلوک انسانیت است. باید عبور کرد. عبور نکنی مردی. اگر واقف محبوس بشی در این صورت دین و قالب دین و ظاهر دین و عبور نکنی به حقیقت و لبش، این خار سلوک انسانیت است. طبق ما حرف بزرگیه. این ماده ای هیچ وقت ظاهر دین رو باید کنار نگذاری و ترد نکنی. علتش هم در آینده میگی. در این حال که ظاهر رو حفظ میکنی ولی باید عبور هم بکنی به باطن دین. اگه نکنید مردی، کالبد بی جان. و کسانی که دعوت به صورت محض می کنند و مردم رو از آداب باطنیه باز می دارند. واژه ها مهمه. آداب باطنیه، اونایی که باید علمایی که دعوت میکنن فقط به اون صورت محض دین و مردم رو از آداب باطنیه باز میدارند و گویند شریعت را جز این صورت و قش معنا و حقیقتی نیست. اینا اینجور افراد شیاطین طریق الالله و خارهای راه انسانیت هند. اینجور اهمیت بسمایی میشه. حالا نمیخوام یا نگران باشی اگر تازه با این جهان بینی و این آداب بخوای آشنا بشید. حتی شما آشنا هستید.
بیشتر مثلا برای جوان ها حالا جای نگرانی نیست، جای ترس نیست، اشکال نداره. بعد من دارم معرفی میکنم، اگر بخواستید قبول نکنید اشکال نداره. بعد این دیدگاه ها میخوام به توجه شما برسونم که اسلام انتهایی نداره، یه دین بی نهایتی هست با لایه های بی نهایت، با عمق های باطنی. ولی خب مهمه از کی میخوای یاد بگیری اسلام، یا از این شیاطین طریق الله نباشد. به امام فرمان یه بحث دیگه سلام میشنم یه روز دیگه. اینها میخوای شیاطین طریق الله و خارهای راه انسانیتند و از شر آنها باید به خدای تعالی پناه برد که نور فطرت الله را که نور معرفت و توحید و ولایت و دیگر معارف است در انسان منتفی می کنند. منتفی با ته دست دار جسارتن خاموش می کنه، فطرت رو خاموش می کنه. پس فطرت رو چطوری تعریف می کنه؟ یعنی توحید، معارف. حالا بحث فطرت و فطرت چیست؟ انشالا یه چند شب دیگه شاید صحبت کنه باشه. اینجور آدم ها باید از شب اینا خلاص پیدا کنید، بلکه اینا فطرتتون رو خاموش میکنن و لذا مرده میشید. بعد امام میگه و این افراد اینا و حجاب های تقلید و جهالت و عادت و اوهام را به روی آن میکشند، به روی آن فطرت. این جهالت ها، این ظلمات رو، پرده ها و حجاب های ظلمات رو روی این فطرت اینا هی میکشند. ظلمات بعد ظلمات. امام میگه باید مواظب باشید، برای اینکه وقتی هی پرده بیاد رو شما بالاخره منتفی میشه اون نور فطرت. و بعد و این افراد و بندگان خدای تعالی را از عکوف به درگاه خدا در به درگاه او یعنی خدا و وصول به جمال جمیل او باز می دارند و سد طریق معارف می نمایند و قلوب صافی بی آلایش بندگان خدا را که حق تعالی با دست جمال و جلال خود تخم معرفت در خمیره آنها پنهان فرموده و انبیای عظام و کتب آسمانی را فرستاده برای تربیت و تنبیه آن، نمو بخشیدن آن به دنیا، اون علما به دنیا و زخارف آن و جهات مادی و جسمانی و عوارض آن متوجه می کنند. همه اونا رو ترک می کنند و فقط اون صورت قضیه رو بهش توجه میبخشن و از روحانیات و سعادات عقلی منصرف میکنند و حسر عوالم غیب و جنتهای موعوده را مینمایند به همون مأکولات حیوانیه و مشروبات و منکوهات و دیگر از مشتهیات دین رو میاند. اونطور که من دین رو تفسیر میکنن، اونطور که اینان غیب رو تفسیر میکنن، یک چیز بسیار سوری و حیوانی که اینجا این ها رو باز میکنیم. فکر این اهمیت رو بخواستم نشون بدم که امام اینجا داره میگه این سیر باطنی مهمه، آداب باطنی دین مهمه. اکتفا نکنید به ظاهر دین، اگر این باستان ها رو داره. خب پس اینجا تو این جلسه اول میخواستم فقط معرفی کنم این جهانبینی عرفانی، این جهانبینی باطنگرا که در این حالی که باطنگرا هست هیچ وقت البته ترک نمی کنه ظاهر، ولی عبور از ظاهر مقصده.
اگر عبوری نشه، همون حرف آیت الله حسن زاده است که انسان یا جامعه بدون این آداب همون کاربرد بی جانه. حالا اینشان از فردا یکم درباره جهان بینی شروع میکنیم، مفهوم وجود و وجود چیه از اینجا شروع کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.